بر اساس پژوهشی که در مجله نیچر منتشر شده، پیش بینی می شود که افزایش دما، بارندگی‌های شدیدتر و تغییرات فزاینده و پی در پی در نقاط مختلف زمین همچنان ادامه داشته باشد. این تغییرات اقلیمی و آب و هوایی تا اواسط قرن در هر سال باعث خسارت 38 تریلیون دلاری خواهد گردید. ابتدا همکارم با بهره‌گیری از داده‌های این پژوهش و سایر یافته‌های علمی گزارشی را تهیه نموده که با هم آن را می‌بینیم. داده‌های گزارش مجله معتبر نیچر حکایت از این واقعیت دارد که در صورت تداوم بحران آب و هوا و افزایش بیش از 2 درجه در میانگین گرمایش جهانی کره زمین، هزینه‌های خسارت‌های وارده 6 برابر افزایش خواهد یافت. این پژوهش همچنین بر این نکته تاکید دارد که در نتیجه بحران آب و هوا متوسط درآمد در 26 سال آینده تقریباً 1/5 کاهش خواهد یافت. پژوهش یاد شده جامع ترین تحلیل از نوع خود می باشد که تا کنون انجام شده و یافته های آن در مجله نیچر منتشر شده است. همچنین به تازگی دانشمندان مطالعات اقلیمی گفتند که پدیده قدرتمند آب و هوایی النینو که در 1 سال گذشته در کنار تغییر اقلیم به افزایش بی سابقه دما دامن زد پایان یافته است. این پدیده طبیعی که ژوئن سال گذشته شروع شد، آب‌های گرمتر را به سطح اقیانوس آرام آورد که باعث بالا رفتن دمای اتمسفر شد. اما کارشناسان معتقدند که نمی‌توانند با قطعیت بگویند که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. سازمان ملل متحد نیز در 2 سال گذشته طی گزارشی هشدار داد که سلامتی 10 میلیون نفر در دهه‌های آینده با سوء تغذیه، خشکسالی و بیماری‌های مرتبط با اقلیم تضعیف خواهد شد و در معرض تهدید است. طبق این گزارش تا سال 2050 بیش از 80 میلیون نفر دیگر در معرض گرسنگی قرار خواهند گرفت. خلاصه این گزارش 4000 صفحه‌ای میگوید که در موضوع آب بیش از نیمی از جمعیت جهان در وضعیت غیر امن قرار خواهند گرفت، به طوری که تقریبا 75% از منابع زیرزمینی آب که منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی 2.5 میلیارد نفر است میتواند تا سال 2050 تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار بگیرد. پدیده هایی که می تواند تا سال 2050 منجر به آوارگی 30 تا 140 میلیون نفر در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین شود و تولید ناخالص داخلی را به نصف کاهش دهد. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام. بزرگوارین. آقای دکتر، با توجه به اجتناب ناپذیر بودن وقوع این اتفاق از منظر آب و هوایی و تبعات اقتصادی آن، به عنوان کارشناس اقتصادی چه راهکارهای علمی برای کاهش خسارت‌هایی که در اثر این رخدادها بر کره زمین و مردم آن اثر خواهد گذاشت می توانید ارائه دهید؟ بفرمایید. سلام مجدد خدمتتون عرض کنم و خدمت بینندگان و سال نو رو هم گرد شد میشه تبریک عرض کنم. ببینید، بحث گرد شدن به تغییرات اقلیمی همونجوری گفتید بحث ناگزیری هستش که دوشار اون خواهیم شد. اقداماتی که تو نشست های مختلف داره انجام میشه برای مصرف کمتر گاز های گونه، تولید کمتر گاز های گونه ای، یا مصرف بهینه آب، یا جلوگیری از کاهش فضای سرد و جنگل ها روی زمین، اینا همه مواردی هستش که اینو کند میکنه. حالا در اسنادی هم به استفاده بیشتر از دوچرخه، استفاده نگر از سوخت‌های فسیلی اشاره شده، این رو کن میکنه. ولی خب ما فرض کنیم 2050 رو میذاریم، برسیم به 2060، به 2070. اما اتفاق خواهد افتاد در آینده جهان اتفاق بسیار دهشتناکی هستش. خب بخش های بزرگی از آفریقا، علل خصوص آسیای جنوب شرقی ما توش قرار داریم، و آمریکای لاتین در صدر تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی قرار دارن. و اون چیزی هم که خب تو گزارش نیچر ارائه شده شکل که حسابرسی آینده نگرانه از موضوع بوده، که خب این آیفک
در سال 2022 بودش، یعنی موظف کردش که حوزه‌های مختلف حسابرسی تغییرات اقلیمی، فکر کنم CDSG بودش، این رو براش یک استاندارد تعیین بکنه برای اینکه دولت‌ها بتونن این گزارش رو بدن. حالا از همه اینا که ما بگذریم، این داستان مرورنامه در اینجا خودش رو نشون میده و خودنمایی میکنه. موش‌ها سیاه‌سپیدی بوته‌های سر چاه رو دارن میجوند و کسی که در چاه آویزون هستش و این دوتا بوته دستش رو گرفته، داره به طول و غروب خورشید نگاه میکنه و متوجه نیست چه اتفاقاتی داره میفته. یه اندیشه سالهای قبل شکل به عنوان دهکده جهانی، توی این اندیشه این مسئله به نوعی دیده شده بود، دیدگاه اقتصادی اون مطرح شده بود. مواردی رو ما مثل آمایش سرزمین مطرح کردیم و انتظار داریم که از اونها تبعیت بکنیم برای کارهایی که میخوام انجام بدیم. مواردی هستش که در حوزه دولت‌ها و دولت‌های عاقل و تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌خواهند از این موضوع نجات پیدا بکنن مد نظر قرار می‌گیره. مالزی، سنگاپور نمونه‌های خوبی از این داستان هستند. و ما هم در اصل 50 قانون اساسیمون مواردی رو که اقداماتی رو که متضمن تأمین منافع و آینده ملت ایران رو فراهم بکنه به عنوان یک اصل قرار دادیم. حقوق عامه هستش که باید مد نظر قرار بگیرن. متأسفانه ما دادستان هامون به جای اینکه این مسئله رو در نظر بگیرن، بیشتر درگیر منویات حوزه حاکمیت هستن. تو برنامه هفتم اقتصادی هم در ایران بحث حسابرسی زیست‌محیطی دستگاه‌های دولتی و حکومتی مد نظر قرار گرفته و مشبق سرمایه‌گذاری سبز رو در نظر گرفته. اما اون چیزی که واقعیت هستش اینه که ما غافل هستیم از حوزه اقتصادی موضوع و اینی که ما ناگزیریم به این سمت و سو حرکت کنیم و این اتفاقات میفته. یعنی حالت‌های بسیار بدی که ما شاید بگیم صحنه‌های آخرالزمانی ایجاد بکنه، بسیاری از مردم مجبور مهاجرت کنن، زمین‌های سوخته، زمین‌های خشک، و این درآمد مردم رو کاهش میده، بیکاری و گرسنگی و سوء تغذیه رو افزایش خواهد داد. خب میتوان اینها رو با برنامه‌ریزی خوب با حرکت در یک طرح در جهت یک طرح تعیین شده آماش سرزمین به اون سمت سوی برش و مناطقی که خب ناگزیر خوش خواهند شد برن در حوزه‌های دیگه فعالیت کنن، بشوند بازارها، بشوند حوزه‌های صنعتی تولیدی که حالا آب لازم نداره. و این اتفاقات رو برای 40-50 سال آینده برنامه ریزی بکنیم و از این تأثیرات نابسامان نجات پیدا بکنیم. خب این تنها راه هستش که در حوزه اقتصادی که البته کاربردی ترین و موثرترین هستش میتوانیم ما با تغییرات اقلیمی مقابله بکنیم. و متاسفانه بیشتر رویکرد نشست‌های جهانی در پول کردن این جریان هستش. مثلا چین، روسیه، خود کشور ایران در این زمینه حرفای خوبی میزنند ولی متاسفانه اقداماتی نمی‌کنند. حالا چین قرار سردمدار انرژی سبز در جهان باشه ولی در حال حاضر بیشترین مصرف کننده زغال سنگ و بیشترین تولید کننده گازهای بخاری هستش. بلذا اون تصمیم اقتصادی و اراده اقتصادی هنوز پررنگ نشده. متاسفانه تمام مردم دنیا و خصوص ما توی کشوری مثل ایران عادت کردیم تا به بحران نرسیم تصمیم درستی رو نگیریم که میتواند غیر قابل انجام باشیم تصمیم در اون مرحله. بله، تشکر از همراهیتون. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری که از تهران با ما همراه بودند.